به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز شبکه تلویزیونی معراج. امشب با ویژه برنامه عید با معراج از استودیو با شما هستیم. قرار است گفتگوی خودمانی داشته باشیم با دو ورزشکار از فوتبال، دو مربی و همچنین دو داوری که در نخست در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدین، عید برای شما مبارک باشه آقای فیروزی و آقای محمدی عزیز. بشه معرفی داشته باشیم و پیام تبریکی برای بیننده‌های عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، حمید محمدی هستم. عید سید قربان رو به تمام مردم و مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و همچنان سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و مسئولین شبکه جهانی معراج و عید خوبی را به شما پیش بینی می‌کنم. تبریک باشه ان شاء الله. تشکر جناب آقای. سلام خدمت شما جناب عزیز صاحب. عید سید قربان و خدمت تمام مردم افغانستان، به خصوص مردم شهر هرات عزیز، تبریک و تهنیت عرض میکنم و یک سلام خاص دارم خدمت بینندگان تلویزیون جهانی معراج و ورزشکاران عزیز که برنامه بله سپاس از شما که از این که در استودیو تشریف آوردن. گفتگوی امشب ما خیلی خودمانی هست و بخشای جذاب دیگه هم در لابلای گفتگو برای شما بیننده عزیز تقدیم خواهد شد. شروع میکنیم با آقای فیروزی، چطور شد به داوری روی آورده؟ خدمت شما جناب عرض کنم، جناب حزین صاحب، من از حدود 16 سالگی 15 سالگی یعنی حدود اول فوتبال بازی میکردم در مکاتب. خب همین شد که در مکاتب شروع به داوری رو آوردم. بعد از او از اعضای فدراسیون وقت به من گفتم تو استعداد داوری داری، استعداد فوتبالیست شدن نداری. بله. همون شد که روی آوردم به داوری. حدود 16-17 سال میشه که در این رشته هستم. جناب آقای حمید محمدی، من هم تقریبا بوده 15 سال فوتبال بازی کردم. بله. عضو تیم‌های مختلف ایران و حتی تیم منتخب بودم و عشق علاقه که به داوری داشتم جداگانه از فوتبال بوده، یعنی هم فوتبال بازی میکردم و مسابقات داوری میکردم در سطح پایین‌تر، چون بود دسته که من قرار داشتم داوری نمیکردم و خوشبختانه عشق علاقه من زیاد بوده دیگه. بعد از فوتبال مستقیم روی آوردم به داوری. بله. در کل حالا دارانی که در افغانستان هستند شاید یک الگوی داوری داشته باشند در دنیای فوتبال، شما الگوی شما دقیقا چه کسی است؟ خب به هر حال همه داورای جهان که فعلا داوری میکنن الگو مونن، ولی بله. خب به هر حال هر کس الگوی خاص خود داره. خب من به شخصا خودم کولینار خیلی خوش هستم. بله. یعنی یکی از داران چه داوری کولینار بود؟ الگوی داوری بود. یکم از کشوری کولینو از ایتالیا بود، یک داوری هم بود که از خود آسیا بود، جناب مسعود مرادی که همه لکم مسابقات های موقع هم. بله برای ما چیزه. بله جناب آقای محمدی، طبیعتا گپ همه با آقای فیروزیه که مام کولینو الگو داوری منه و یک داور دگم هست ابرتاد انگلیسی که سخت طرفدار نو به سابقه قضاوت از هوارد ویب شاید باشه دیگه. داور انگلیسی هست. بله فعلا رئیس اتحادیه داوران هست. جناب آقای فیروزی، تا حال شده در خاطره که داشته باشیم چه خاطره خوش چه خاطره بد در دنیای فوتبال و داوری میشه برای بیننده ها عرض کنیم؟ 100% یک داور به هر حال هر بازی که قضاوت میکنه، بازی که به خوبی و خوشی خلاص بشه، با موفقیت سپری بشه، خاطره خوشی برای. خب برخ بازیایی بوده که حساسیت داشته، بازیایی بوده که استادیوم پر از تماشاگر بوده، مثلا بازی فینال، مثلا بازیایی بوده که بین تیمای لیگ برتر خود ما مثلا تماشاگر زیاد بوده و دیگه بوده، با موفقیت تمام کردیم، اما بازی برای ما خاطرات شیرینه و متاسفانه خاطره تلخ هم داوری مثلا هست که یک بازی مثلا یا اشتباه میکنی، یعنی واقعا سر آدم فشار میاد، ولی خب بعضی موقع میبینی بازی هم اشتباه نمیکنی ولی مورد انتقاد قرار میگیری، این بیشتر برای آدم تلخ میشه. خب شاید فلش بک نزنیم به قضیه برگشت که پارسال همین امسال که تیر شد به جام اولسوالی یک اتفاق افتاد. بله. واقعا بهترین خاطره تلخ بود که خیلی روم فشار بود و دیدن یک ماه 20 روز روم فشار بود، شاید در جریان باشین. بله بله. به هر حال همیشه خاطرات تلخ و شیرین داره، وقتی که ما به این رو قدم گذاشتیم باید همه چیز در نظر گرفتیم. همیشه پذیرفتیم دیگه. پذیرفتیم 100% پذیرفتیم که قضاوت کردن همیشه هم مورد انتقاد قرار میگیری، هم مورد تشویق قرار میگیری. یک روز خوبی، یک روز بدی.
ولی خب فوتبال افغانستان هم خود شما میفهمید در همه جای دنیا، ولی بیشتر کشورهای آسیا یا کشور همسایه ما خصوصا، هر وقت یک تیم که میبازه داور مقصره، ولی وقتی که میبره زمین خوبه، چمن خوبه، داور خوب بوده، مربی خوب بوده، هم خوب بودم، داوری هم خوب بوده، ولی وقتی که بازم فقط مستقیم که داور یک اشتباهی یا اوتی یا کورنل، خلاص مستقیم میرم بحث اینا برای از این که ما از اشتباهات داور ای وزیر باختیم. خب انشالله که مربی ها تمام احترامی که برای اینا دارم بالاخره تلخی و شیرینی خود داره 100%. جناب آقای محمدی، تا به حال شده که در ایام عید شما یک وزیر سوت بزنن و داوری کنه؟ تا این لحظه کدام اتفاق نفتاده، چون همیشه مسابقات فوتبال تعطیل بوده، اما از واقعیت نشم شهر تمرین کردم حتی روز عید، چون بعد از مسابقات فوتبال بوده چی در داخل ولایت چی بیرون از ولایت آزم مسابقات بدم تمرین داشتم، یعنی آمادگی میگرفتم داشتم، حتی سر روز عید کلا به صبح تمرین کردم و بعد از اینکه بعد از شام هفتم عید بودم رفتم مسافرت به خاطر مسابقات. بله، ولی به سبب قضاوت دوری طلب پیش نمیده چون همه جا تعطیل دیگه کلا. بله، کمیته داوران افغانستان و به خصوص هرات، حالا شماها برنامه هم در روزهای عید دارن این طرف اون طرف، یعنی با هم باشن داوران؟ 100%. ما همیشه عیدا خصوصا کمیته داوران فدراسیون فوتبال ولایت هرات که شخصم رئیس جناب مالک شاسپور، بله، داوران رو همه جمع میکنم و روزای عید دیوم یا سیوم عید همگی به خونه هم میریم دیدو بازی 100% میریم، چرا ایت نیه که مثلا دور باشیم، همون که وقتی که داوریم مثلا جلسه برگزار میشه یا بازی برگزار میشه همون تو روز عیدم 100%. لباس شبیه هم شده که داوران با هم بسازن، یعنی با هم بدوسین یک لباس شبیه هم داشته باشن؟ تا حالا که اتفاق نیفتاده، فرض کنه امشالله اگه زندگی باشد ایدا بعدی چه تصمیم داریم؟ تصمیم داریم؟ داریم و هنوز اتفاق نفتاده، یعنی قبول میکنه فرض کنن آقای فیروزی و چند دوبر دیگه با هم باشن همه یک شبیه هم لباس بپوشیم؟ گفتم تو حالا که اتفاق نفتاده، ولی امیدوارم که از ایدا بعدی بخیر نمیتونی نیت دیشین، البته امسال که دیر شد چون درگیر مسابقات هم بودیم، خود ما مسافر بودیم تقریبا 45 روز بیرون از شهر بودیم، به کابل بودیم در مسابقات فوتبال لیگ قهرمان افغانستان، برابر نشد، ولی امشالله از ایدا بعدی دیگه تصمیم داریم که سوی که در کمیته دوری میکنم گفتیم لباس رنگ داشته باشه منظم تر باشه. بله، اتحاد و اتفاق داوران در افغانستان چطور هست؟ در هرات چطوره؟ خوبه، عالیه همیشه. ما حالا میگیم عالیه، چطور عالیه محمدی سه؟ ما همیشه پشت سر هم دگر بودیم از لحاظ قانونی غیر قانونی، ای کدام وقت هم برخورد شده خود یکی از داوران با هم آسیب دیدیم، فرق نداره. امروز وقتی که داور میره قضاوت میکنه اگر کوچکترین حرف به داور زده شه، ما فکر میکنیم که کلا به اعضای فدراسیون فوتبال و کمیته داوران زده شده، فرقی نداره که ما بگم این بازی من داور نبودم، مثلا آقای فیروزی بودم برای از گفتم به من نگفتم. ما همیشه اعتماد همدلی ما یکی بوده، از خود دفاع کردیم، حتی مرکز هم این شکل بوده، همیشه فدراسیون فوتبال افغانستان کمیته داورا پشت داورا بودم. میبینین که ما فعلا در سطح لیگ درجه یک افغانستان قضاوت میکنه، هر اتفاقی که افتاده کمیته پشت سر ما استاد بوده مثل یک کوه و همین لحظه هم استاده هستن پشت سر ما. بله، بیننده های گرامی، شما بیننده ویژه برنامه اید با معراج از تلویزیون جهانی معراج هستید و فعلا هم دو مهمان عزیز ما، دو داوری هستند که آقای علی زحمت فیروزی و آقای حمید محمدی همچنان در کنار ما هستند. چون ما 4 مهمان دیگه هم داریم، 2 بازیکن فوتبالی هستند و 2 مربی هستند که فعلا معرفی نمیکنه و تا زمانی که در استودیو حاضر بشن بیشتر با آنها آشنا هستید و با چهره و نام آنها که بیشتر آشنا بشین. آقای فیروزی، یک سوال دارم از شما، که حق و زحمه که شما میگیرین از ترافیکی هست در دنیای داوری که حالا در افغانستان داره؟ حق و زحمه که ما میگیریم از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال هراته. خب به هر بازی که ما میریم قضاوت میکنیم، همون چیزی که تعیین شده برای داورا، مثلا آخر فصل که هر بازی چند مثلا 20 بازی 25 بازی داوری کردیم، مثلا ما حق و زحمه داورا رو میدن. بله، دیگه از دیگه نهاد نیه، فقط خود فدراسیون فوتباله. بله، همین جان محمدی، تا به حال شده یک بازی مثلا محلی رو هم شما به عنوان داور سود بزنه؟ جلوترا چره، پیش از اینکه کلا من رسمی بشم به فدراسیون فوتبال افغانستان،
دوستا خواهش میکردم دو سه بازی میرفتم به محلی داوری کردم او هم به اجازه فدراسیون فوتبال ده. اگر با ما فدراسیون فوتبال هرات جناب آقای هرریه یا جناب ملک سرویس کمیته دوباره با ما اجازه دادن میره مشکل نداره بله. یعنی هیچ وقت نشده که ما بدون اجازه کمیته دوباره خبریم حتی یک بازی دوستانه ما قضاوت کنیم بله. اول خود از اون همه میکنیم بعد که اجازه دادم میریم قضاوت میکنیم تا به حال در پیش خود حالا مثلا شما محاسبه کردین که مثلا چند کارت سرخ از زمانی که به عنوان داور تعیین شدین در دنیای داوری آمدین چند کارت سرخ دادین چند کارت زرد دادین حالا شاید دقیق نباشه ولی حدودی میشه بگین فکر کنم کارت سرخ من از 150 تا تیر شده باشه زرد هم اگه حساب کنیم تخمین بزنیم شاید از 1000 تا کارت زرد بیشتر شده در طول چند سال در طول تقریبا 13-14 سال شما کارت زرد و سرخ واقعا حساب کسی نمیتونه بگیره چرا که قضاوت های زیاد شده به 14-15 سال ولی خب حدودا ما همون کارت سرخ هم بودن 120 تا 100 تا 130 تا ولی کارت زرد زیاد خب ما حمید جان و دوره دیگه کمیته فدراسیون فوتبال ولایت هرات کسانی هستین که مراعات نمیکنیم وقتی داخل زمین باشیم دقیقا میخواستم امیر بپرسم از شما چقدر جدی هستین بعضی داورها هستن خیلی جدی هستن واقعا یعنی طوری مثلا چهره دارن مثل همون کلینایی که گفتیم ایتالیایی که هست بعدن هم تصویر رو به نمایش گذاشته خواهد شد و بعضی داورها هستن که خیلی راحت مدارا میکنن یعنی به راحتی کارت نشان نمیدن تذکر جدی میدن چند بار نه ببخشید طوری که ما وقتی که داخل زمین میشیم جناب مالک شاسپور یا رئیس ریاست کمیته فدراسیون فوتبال جناب دکتر سویلری میگم هیچ وقت به هیچ بازیکن مراد نکنیم کسی که حق نه کارت زرد کارت سرخ بده وقتی که ما حمایت میشیم وقتی که پشتیبانی قوی داریم ما از جز 100% اون قانونی که از ته اجرا میکنیم یعنی با ما فرقی نداره که کدو تیم باشه تیم پایین به زیاد سطح دو دسته دیوم باشه دسته یک باشه لیگ برتر باشه یه تیم مثلا کل ستاره داشته باشه با ما فرق نداره وقتی که قانون داخل زمین قانون ما چیزی گفته ما همون رو عمل میکنیم پس برحال وقتی که یک داور اگه مرعات کنه شاید بازی از دست خودی بپاشه نتونه دیگه مدیریت کنه بازی و 100% کار تماشاگران فوتبال ما همه فوتبال میبینن میفهمن که این سنه کارت داره کارت زرد یعنی ماشاءالله همه خود اینا یک کارشناس هستن و خواهند بود و خود شما میفهمین کار تصاویر تلویزیونی هم هست دیگه چیزی هم هست مثل سابق نیه که مثلا نباشه و نبینه و همه سنه ها رو میبینم و 100% به حساب اگه قانون چیزی به ما بگه همون رو انجام میدیم و مراقبت کردن به نظر من اصلا چیز خوبی نیه حالا شما آقای فیروزی مورد حمله قرار گرفتین توسط یک بازیکن در همین سال که گذشت در بازی های ولسوالی ها بود و خیلی هم رسانه‌ای شد شما چطور حمید جان محمدی اگر حالا مورد حمله قرار بگیرین دقیقا باید چی کار کنید شما خب اینو اتفاقایی هست که در تمام دنیا اتفاق میفته شاید باشین شاید تقریبا یک هفته میشه یک داور در کشور آفریقایی بله مورد حمله قرار گرفت متاسفانه فکر کنم که فوت کرد بله قضاوتی قرار داره شاید یک روزی همیت اتفاق برای ما افته نه دیگه خدا نکن خب اتفاقای فوتباله اما اگر رو یک هسته برخورد ما او لحظه کار کرده نمیتونیم بله. در دفاع خود رو چون به خاطر که ما لباس ورزشی و لباس داوری بر ما هسته ما کار کرده نمیتونیم بله. اما بعد از پایان بازی حتما کمیته قضیه ما به بازیکن رسیدگی میشه به قضیه برخورد 100% میشه ولی ما به جرم بازی نمیتونه که بازیکن بیا بر ما حمله ورش ما خود دفاع کنیم اگه خدای نخواسته ما مشت بزنه ما برعکس هم کار انجام دیم پس فرق بین ما از چی نشده بله پول میگذاریم بعد از ختم بازی راپور که ما فدراسیون کمیته قضیه میدیم اونا تصمیم میگیرن که بازیکن به کار که انجام داده یک سال دو سال کمتر بیشتر محروم میشه بله تشکر از شما جناب آقای محمدی عزیز خب کم کم دیگه حالا بخشای آخر برنامه و گفتگو با شما هست ما چند بخش داریم چند تا تصویر هست روی LCD به تصویر گذاشته میشه و نمایش گذاشته میشه و ما سوالاتی داریم از آقای فیروزی و آقای حمیدی تصویر اولی ببینیم همکاران ما چی آماده کردن و بعد روی او صحبت میکنه این چهره کدام داور هست آقای محمدی پیشتر هم گفتیم دیگه چهره از یه هم آشنایم شخصا خودم به گلگو داریم به
جناب آقای کولنه است. بله. فعلا رئیس کمیته دوره فیفا هستم که البته رئیس من گفته میشن فرق نداره. بله. بله. خب تصویر بعدی میبینیم. این تصویر کدام داور هست؟ تصویر داور انگلیسی فکر کنم هاورباب که ایجا گفتم. بله هاورباب هست داور انگلستانی که از 2017 بازنشسته شد. بله زیاد از کارت زرد و سرخ خوب مقبول استفاده میکرد. واقعا داوری بود جزه. بله واقعا هاورباب هم داور جدی بود در دوران داوری. از کلینا خبر داشتند که به دلیل تبانی و پولی که از یوونتوس گرفته بود سال 2006 یوونتوس هم به دسته پایین‌تر سقوط کرده بود. خبر داشتیم. حتی محکمه‌ای شد دیگه هیچ بازی. خبر داشتیم. همون سال بود که یوونتوس هم سقوط کرد. البته فکر کنم با اختلاف 15 امتیاز پایین‌تر. بله. از اینکه سقوط کرد 15 امتیاز هم هیچ چی کردن. اون تیم اومد 5 برد متوالی کرد. پس امتیاز صفر شد. بازم به همون صورت دوباره قهرمان شد سود که به لیگ سری آ ایتالیا. بله. خب تصویر آخر رو می‌بینیم و بعد هم دیگه کم کم از حضور دو داور عزیز خود مرخص خواهیم شد. تصویر آخر رو می‌بینیم. این تصویر خیلی جالبه آقای فیروزی. جناب آقای عزیز احمد فیروزی در تصویر می‌بینیم. اکنون گذشته. چقدر وزن کم کردین واقعا؟ یعنی چند کیلو وزن کم کردین و چه اراده‌ای و بگین که در فاصله چه مدتی یه اتفاق افتاد؟ حدوداً روزی که تصمیم به وزن کم کردن گرفتم حدوداً 118 کیلو 119 کیلو بودم. بله. حالا این تصویرم حدوداً تصویری که حالا لاغر شدم مال حدوداً 8 روز 9 روز پیشه. خب حدوداً 40 کیلو حدوداً کم کردم. 41 کیلو 40 کیلو وزن رو کم کردم. یعنی واقعاً به خاطری که به وقت که قضاوت میکردم اگه بزیرم خوب قضاوت میکردم یعنی بدون کدام اشتباهی بدون کدام مشکلی ولی بازم انتقاد میشد که وزن زیاد واقعا هم حق داشتم زیاد بود. بله. حق داشتم ولی خب الحمدلله بله واقعا آفرین به این اراده و این وزنی که کم کردین خیلی یعنی میتونه برای همگی یک نکته باشه که به نوعی همین کار رو انجام بدن در طول چند هفته چند ماه؟ یک نیم سال بودن شد یک نیم سال طول کشه یک نیم سال تو حاله که به پیشمونم یک نیم سال فکر سدنی بودن میشه که من شروع برد 41 میفهمن که خواستن توانستنه خود چرا من نمیم میخواییم چاق باشم آقای محمدی ولی با شما غذا مل نمیکنین اگه شما غذا مل کنین چرا چاق میشین سرصدا میکنین جمع فیلیستان خودم شایدم که بارها گفته نیمی به درست شما بله یا سرصدا تمرین کو هم به جای میرسی هم بس کم میشه حالا که رسیدین حتی... میگن ان شاء الله حالا که رسیدین همیشه میگفت واقعا همیشه میگفت بیش از 100 بار خود من شخصا با اینا امن کردم که اومدیم ساعت 12 و نیم قبول امید جان قبول اومدیم اینجا ما داخل سیستم خودم تمرین کردیم بله قبول امید نکته نازم جان اگر واقعا همین خواسته که من از شما دارم خودم عملی کنی یعنی پیشاپیش خودم پیش بری من که لاغر هستم خیر من لاغرتر میشم البته شما میرسی وایس اسمم به من خودم هستن که رسیدن نامت روزی بله خیلی سپاسگزاریم از شما جناب امید جان محمدی و همچنین عزیز احمد فیروزی دو داور عزیز حضور شما باعث گرم شدن این برنامه شد و بیننده‌های عزیزم بدون شک لذت بردن کلام آخر شما رو میشنویم و بعداً دیگه از حضور شما مرخص میشیم سپاسگزارم از شما برنامه خوب شما ان شاء الله که همتونم عید خوبی داشته باشم گفتنی آخر می تشکر خاص میکنم از فدراسیون فوتبال افغانستان جناب کارگر صاحب استاد احمد میوان مدرس ما و استاد خالد دلاور رئیس کمیته داوره افغانستان و همچنان حافظ احمد جان اینا کسایی هستند که سخت در تلاشم که داوران افغانستان به جای برسن ان شاء الله و همچنان دیگه کارمند فدراسیون فوتبال افغانستان و تا یک تشکر خاص میکنم از خانواده خود خو که سخت مثل یک کوه پشت سر استادیوم با صورت که میفهمن که مسافرت برای دو سه روز ما نمیریم حداقل چه روز طول میکشه خانواده ما به گفته بعضی با این قم ما کنار آمدم تشکری خاص میکنم از همه نو از پدر از مادر خو از برادر خو از خواهرها خو بخصوص از خانم خو تشکری خاص نمیکنم از جناب دکتر سیف شاروسی ریالی که واقعا هر چی بهمون کم گفتم بله. مثل یک کوه بزرگ پشت سر ما استادیوم از هر لازم رو حمایت میکنم و همچنان از جناب آقای مالک سبسبور که واقعا همیشه با فدراسیون فوتبال و کمیته داوران مرکز جربست دارم بخاطر رفتن داورام و بیشتر به مرکز و همچنان سفرهای بیرون از کشور بله. و تشکری خواست میکنم از شما برامی خوب شما و همچنان در پیان از تیما و از بازیکنها یک گفتنه بینا دارم که اگر خدای نخواست که وقت یک اتفاقی به داخل زمین افتاد سوی برداشت بد نکنم نگم فلان داور خیانت کرد یا به خاطر که فلان کس دوست از اونه اشتباه دوباره جز از فوتباله بله.
اگر بازم ما اشتباه انجام داشته باشیم از اونم ازت خیلی میکنم. بله تشکر شما. شما همین جان آقای فیروزی. منم تشکر میکنم از برنامه خوب شما. عید دارم انشالله که عید خوب و خوشی داشته باشم. و من هم مثل جناب محمد صاحب تشکر میکنم از ریاست فدراسیون فوتبال ولایت هرات جناب دکتر صاحب شارسری لری که واقعا همیشه زحمت میکشم. همیشه پشت داور خواهی مواد کردم. و به هر حال و هر نوعی که بود از حمایت ها از اون واقعا ما بی‌دریغ نمی‌موندیم و با ما خیلی انگیزه میدم. همچنین از جناب مالک شاسپور که واقعا یکی از انگیزه تلاش دادن که مثلا وقتی که وزن ما بالا بود اونا میگفتن عزیزم تو بیشتر دوبار وسط بینم که بیشتر بتونی وزن کم کنی. و ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان واقعا جا داره از اونام تشکر کنیم، جناب استاد میوند که همیشه با ما در ارتباطم و جناب خالد دلاور و به گفته جناب محمدی صاحب ما که وقتی که داخل زمین هستیم فقط مهم حق به حق دار برسه. هیچ وقت خدایی نکرده قصد و قرض در کار ما نیه. اشتباه هست، اشتباه جزئی از داوریه، ولی ما سعی میکنیم که اشتباه هم نکنیم، یعنی قضاوتی بکنیم که حق به حق دار برسه. فقط همین چیزی مونده. تشکر از شما. تشکر جناب آقای فیروزی، جناب آقای محمدی. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم در استودیوی اید با معراج. برای خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام مجدد خدمت شما بیننده‌های عزیز تلویزیون جانی معراج. از استودیوی معراج با ویژه برنامه اید با معراج و ورزشکاران در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه جناب آقای نجیب الله بیات، سرمربی ناماشنا و چهره‌ای که بدون شک فوتبالی‌های افغانستان با آقای بیات آشنایی دارند، خیلی خوش آمدین. اید بر شما مبارک جناب آقای بیات. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون جهانی معراج، بنده هم به نوع خود عید سعید اظهار به تمام بینندگان عزیز و شما و کارمندان پرتلاش تلویزیون جهانی معراج مبارکباد میگم. انشالله که هر روز شما عید باشه. سپاسگزار شما هستیم جناب آقای بیات، خیلی خوش آمدیم. امیدوارم عید خوبی را آغاز کرده باشین. تشکر از شما، قربان محبت شما. همچنین سلامت باشین. لباس وطنی هم که پوشیدین دیگه کمتر دیدیم شما رو با این لباس، بیشتر با لباس ورزشی میبینن دیگه شما دیگه. به هر حال چون بیشتر ما مشغول ورزشیم بیشتر لباس ورزشی میپوشیم. بله، میشه بگیم چند لباس افغانی دارین در کل؟ شاید 3-4 دست داشته باشم. خیلی دقیقا ما هم 3-4 دست بیشتر ندارم بیاد چون ورزشی هستیم بیشتر، یعنی بیشتر شما رو با بردهای رسمی دیدیم، با لباس ورزشی رسمی دیدیم که به عنوان مربی حضور داریم. خیلی خوشحال هستیم. از خودتون بگین چرا مربیگیری رو انتخاب کردین؟ خیلی از بیننده ها جای سوال برای آنها، چرا آقای بیات رفتن دنبال مربیگیری؟ چرا مثلا دنبال داوری نرفتن یا دنبال دیگه کار نرفتن؟ خب برحال داستان اگه خواسته شما یک کم طولانی تره، ولی به طور کلی ما بعد از اینکه زمانی که ما بازیکن بودم، وقتی که پامم مصدوم شد و او آرزوها و آرمانهایی که ما به ذهن خودشتم بگیریدم از دست رفته، خود عهد کردم که از کنار ورزش دور نرم و رفتم به رشته مربیگری. بله. و بالاخره به ایران درس خوندم، تلاش کردم، زحمت کشیدم، چندین سال من به ایران مربیگری کردم و یکی از آرزوهای من بود که بتونم بازیکنهای خوب به جامعه ورزشی مخصوصا افغانستان تقدیم کنم. و بدون شک کردین. خواهش میکنم. تشکر. آقای بیات میشه بگین که از مربیای افغانستان
یکی رو انتخاب کنن که مثلا برای شما خوب بوده باشه، یعنی کار درست داشته باشه، فلسفه مربیگری خوبی داشته در این سالها، و یک مربی خارجی هم انتخاب کنید ببینم. خب مربی خارجی که مربی مورد علاقه خودم فرگوسنه. بله. واقعا مربی با دانش، با فهم، جملات بسیار انگیزشی زیبایی داره. حتما کتابشو خونده. بله. دیگه مربی داخلی هم بالاخره دوستا خیلی هن، ولی چون ما بیشتر برخورد ما با کسایی هست که بیشتر اونا رو میبینیم، میشه گفت که یک از مربی هایی که خیلی دوستمه و خیلی صمیمیه استاد غری یوسف مهندس ساده. بله، استاد یوسف مهندس ساده، جای آنها هم خالیست. بیشتر دورانی که حالا مربیگیری کردین همش تیم‌های داخلی بوده یا تیم‌های خارجی را مربیگیری کردین؟ حالا ما از وقتی که به افغانستان اومدیم، گرچه به ایران که اونجا تیم‌های مهاجر و یک دو تیم مدرسه فوتبال استقلال خود عباس چمنیان اینا کمک بودیم، مدرسه نمایندگی استقلال تهران بود. بله. کمک مربی بودیم ما. و تیم‌های داخلی را ما بیشتر تیمای داخلی تمرین دادیم. دیگه تقریبا میشه گفت که تیمای فوتبال، فوتسال بسیار زیاده دیگه. بله. که من نوم بگیرم شاید 15 20 تیم بشه. بله، زیاد میشن. از یک بازیکنی که مثلا شما به عنوان مربی از اون راضی بوده باشین در دوران مربیگیری، میشه یک بازیکن داخلی رو نام ببرین که به نوعی باعث فخر بوده برای شما به عنوان مربی که مربی چنین بازیکنی هستید؟ خب به هر حال بازیکنات که پیش ما تمرین کردن، فوتبال کردن بسیار زیاده. بازیکنایی که مثلا خیلی بازیکنا بودن که متاسفانه بنا به دلایل از افغانستان مهاجرت کردن، بازیکنای بسیار سطح بالایی بودن. بازیکنای داخلی مثل معروف محمدی، مثل حمید کریمی، مثل موین گلمین کمالی. بله. دیگه بازیکن خیلی دیگه میتید. دقیقاً به خاطر ندارم مداد اینا بازیکن بودن که هم لحاظ اخلاق ما از اینا راضی بودیم، هم لحاظ فوتبال. و بازیکنای جدیدم ما سال پیشتر چند بازیکن خیلی خوبه به تیم اتحادیه صرافان دادیم. خالد سیلاب، عزت الله رحیمی، رامز بارکزی، حامد محمدی، این چهار بازیکن جزء بازیکنای خیلی خوب ما بودن که به تیم صرافان دادیم. بله. به عنوان مربی آقای باید سه تا مهاجم انتخاب کنید، سه تا مهاجم خارجی از فوتبال اروپا و جهان. سه تا، البته میتونه از این مهاجم ها حتی مهاجمان افغانستانی هم باشه. سه تا مرکز انتخاب کنید و سه تا هم مدافع انتخاب کنید. خب ما بازیکنایی که خود به ذهن ما، یکی زیکوه، یکی پله، یکی میشل پلاتینی. بله. اینا بازیکنایی هستن که همیشه الگوم بودن وقتی ما فوتبال میکردیم و اینا خیلی علاقمند بودن. از مدافعین کدام دفاع رو دوست داشتی؟ از مدافعین یا پستام، پویول و لوتار ماتیوس. لوتار ماتیوس. بله، لوتار ماتیوس و استام، یعنی واقعا مدافعان امبکو یاد نمیدون وقت به دنیا هم نیومدون فکر کنم. ولی زندگی نامه های آنها رو خواندم و دیدم مثلا مستندهای آنها خیلی فوق العاده بود، به خصوص لوتر ماتیوس دیگه از اسطوره‌های آلمانی بود. بله. یک دروازه‌بان هم نام ببرین. والتر زنگا. والتر زنگا دروازه‌بان کدام تیم؟ ایتالیا. ایتالیا. بله. سه تا مرکز میانی هم انتخاب کنه. مرکز میانی زیدان که هست برش. زیدان، اینیستا دیگه و مرکز که خیلی مودریچ یا کروس از این دوتا؟ مودریچ. مودریچ. بله، تشکر از شما آقای باید. ما چند بخش دیگه هم داریم روی LCD برای شما به نمایش گذاشته میشه و بعد با اینا هم صحبت میکنیم، میشه همکاران ما روی تصویر بزنن. این تصویری است از تیم ملی فوتسال کشور عزیز ما افغانستان که برای اولین بار تاریخ سازی کرد و به جام جهانی صعود کرد. چه حس و حالی دارین با تماشای و نگاه این تصویر جناب آقای باید؟ به هر حال حس غرورآمیز ما دست میده. من که شخصا مو به تنم سیخ میشه. واقعا همین لحظه هم اتفاق افتاد. واقعا هر لحظه که ما این تصاویر میبینیم احساس میکنیم که به کنار اونا بودیم و همین تصویر، همین لحظه اتفاق افتاده. همون شور و هیجانی که همون روزی که ما به
آسیا صعود کردیم و به جام جهانی رفتیم، همون شورا همال هم وزنده میشه. وقتی که تصاویر میبینیم بحث بالا میشه و واقعا باعث فخر و افتخار برای هر افغان. بله، تصویر بعدی میشه همکاران ما بزنن. برنامه هم که دارن دقیقاً روی آینده که روزی سرمربی تیم ملی فوتسال بشه دیگه. انشالله. تصویر بعدی میبینیم از آقای اشلی وستوود، سرمربی انگلستانی 47 ساله تیم ملی فوتبال ما، که متاسفانه چند روز پیش مقابل کویت شکست خوردیم و از راهیابی به دور بعدی مقدماتی جام ملت‌های آسیا بازمانده. از آقای اشلی وستوود به عنوان مربی چقدر راضی هستین؟ برحال مربی که انگلیسی که تیم ملی افغانستان به خدمت گرفت، یک دوران بحرانی تیم دادن برازی، یک دوران بسیار بحرانی دادن. به نظر من خودم شخصا تیم خوب جمع جور کرد، تیم خوب جمع جور کرد و بالاخره نتایج گرچه نمیشه گفت که قابل قبول، چون ما همه دوست داشتیم که به مراحل بالا و آسیایی را پیدا کنیم و به اونجا برسیم، ولی نسبت به وقتی که اون مربی کویتی بود، المطیری بود، خیلی تیم فرق شده، خیلی بهتر شده، اوضاعی تیم بهتر شده و از هر نگاه پتانسیل تیم بالا رفته. تشکر. تصویر بعدی رو میبینیم، تیم ملی کرکت کشور ما که در جام جهانی فعلا حضور داره و یک برد بسیار ارزشمند یک هفته پیش مقابل نیوزلند کسب کرد، آن هم در چارچوب رقابت‌های 20 اوره جام جهانی. چه حس و حالی دارین به عنوان حالا شما یک فوتبالی و پیشرفت تیم ملی کرکت ما در این سال‌های اخیر؟ بر حال بحث فوتبال، فوتسال، کرکت نیه، در مرحله اول ارق ملیه و مرحله دوم خانواده بزرگ ورزشه. بله. خانواده بزرگ ورزش وقتی که ما میگیم تمام ورزش‌ها رو شامل میشه. هر کس که پیراهن تیم ملی به هر رشته ورزشی میپوشه و افتخار برای کشور می باعث افتخار مایه و از برد از او مسلماً تمام مردم کشور خوشحال میشن و قلب نشاد میشه. بله. آخرین تصویرم تماشا میکنیم و ببینیم جناب آقای بیات چه گفتنی دارن در مورد آخرین تصویری که از تیم ملی کرکت زده شد. به هر حال یک تصویر دیگه از دو مهاجم قهار و گلزن فعلی دنیای فوتبال هست، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند، دو مهاجمی که آینده دار هستند. اگرچه حالا امباپه 25 ساله شد و هالند 23 سال، ولی از بین این دو مهاجم نو کدام یک شما ترجیح میدین که در ترکیب خود داشته باشین؟ سوال بسیار سخته کردی. واقعا هر دو مهاجم جز بهترین های جهانن، ولی من خود شخصا امباپه. امباپه رو دوست داری؟ بله. طرفدار کدام تیم هستن اینو نپرسیدم. رئال مادرید. رئال مادرید. بچه رو فرگوسن رو دوست داری؟ خب شیوه مربیگری از اون، سبک مربیگری از اون، بالاخره فاکتورها و کلتورهایی که داخل مربیگری مستحضر میکنه، سیستمایی که تیم پیاده میکنه، اینا برای من واقعا جالبه و قابل بحث. بله. تشکر جناب آقای نجیب الله بیات، سرمربی فوتبال داخلی افغانستان در باشگاه های مختلف. خیلی سپاسگزارم. عید خوب و خوش سپری کنین در این شب و روزها جناب آقای بیات، به همراه فامیل دوستان، و سپاس از این که در استودیو و مهمان برنامه اید با معراج و ورزشکاران شدین. پیام آخر شما و اگر صحبتی باقی مانده تریبون در خدمت شماست. جا دارم تشکری کنم از این برنامه زیبای شما، بالاخره روز عید اختصاص دادین به خانواده ورزشی و جمع ورزشکارا. من از پشتی صفحه تلویزیون مجددا تبریکی عید میگم به تمام بینندگان عزیز و عزیزایی که تصویر صدا ما رو میبینن، و تشکری خاص دارم از کادر رهبری تلویزیون جهانی معراج که همچون برنامه خیلی خوبی تدارک می‌بینن، و شخص شما جناب آقای حزین عزیز که بسیار انسان خوش صحبت و خونگرمی هستیم. سپاسگزاریم از شما. بیننده‌های گرامی، یک بخش دیگه برنامه باقی مانده با دو ورزشکار فوتبالی ما هست که یک میان برنامه کوتاه می‌گیریم. در ادامه عید با معراج با شما هستیم.
باز هم سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز. در ادامه برنامه اید با معراج و ورزشکاران از استودیو با شما هستیم. در این بخش از برنامه دو مهمان عزیز ما، دو فوتبالی ناماشنا و میتونیم به صراحت بگیم از بهترین های فوتبال حال حاضر فوتبال افغانستان در سن و سالی که دارن، رضا جان غلامی و همچنین نصیب جان عهدی. خیلی خوش آمدین، اید بره هر دو نفر شما عزیزان، مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستانی که بیننده برنامه هستند. عید قربان و همه هموطنان عزیز ما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که شب و روزای عید به خوبی و خوشی کنار عزیزان خود سپری کنم. تشکر رضا جان. به نام خدا من سلام به شما میگم، به بیننده های عزیز شما دیگه عید تبریک میگم، انشالله که همگی عید خوب و خوشی داشته باشید. بله، ممنون شما. چرا رضا جان غلامی شما رضا کارلوس میدانند؟ یعنی لقب فوتبالی شما رضا کارلوس هست. آیا شوتای قوی داری؟ دیگه از خورد که بودیم همیشه سرخ میتراشیدیم. خب یک رفیق داریم جعفر، دیگه ما او همیشه سرخ میتراشیدیم، باز دیگه همیشه نام ماندن دیگه دوستای دیگه. بله، پاچپی یا پاراست؟ پاراست. پاراستی ولی کارلوس پاچپ بود. حسیب جان عادی شما هم لقب فوتبالی دارین؟ حالا والا تا فعلا که ندارم، نه نشنیدم جایی باید سم صدا میکنم. فقط حسیب عادی؟ فقط حسیب میگم. بله بله. در کدام پست بازی میکنی حسیب جان؟ چند گل داری و در کدام تیم فعلا توپ میزنی شما دو نفر؟ پست اصلی مرکز بازی میکنم، افک مرکزی، اما به عنوان وینگر و فوروارد هم بازی کردم. میتونم فعلا در باشگاه اتک انرژی قهرمان افغانستان که چند روز قبل تمدید کردم. بله. برای یک سال دیگر هستیم و فصل قبل فکر کنم 4 گل زدم. بله. 4 گل زدی. بله. رضا جان در کدام پست شما بازی میکنه؟ من دفاع میانی هستم، دفاع راست هم بازی میتونم. دفاع چپ هم فکر کنم بازی کردم. دفاع چپ هم بازی کردم. بله. بیشتر در کدام پست دوست داری بازی کنی؟ دفاع آخر یا دفاع راست؟ خود دفاع راست دوست دارم. دفاع راست دوست داری؟ دماندگی خیلی دوست دارم. باز دفاع میانی هم بازی کنم. بیشتر مربی دفاع میانی. بله. یک سوال دارم از هر دوی شما عزیزان که حالا به عنوان فوتبالیست از این سال‌ها دارین بازی میکنه. به نظر شما هر کس که داره بدن بزرگ و عضلاتی تر باشه اون میتونه یک فوتبالیست خوب بنامه یا نه؟ خب فیزیک خیلی مهمه. فیزیک خیلی مهم، ولی در اصل نه، فهم و کله فوتبالی بهتر به نظر من. در مورد سلامتی چطور؟ حالا بعضی هستن بدن عضلاتی تر دارن و بعضی هستن مثلا مثل دیماریا بگیم، خیلی واقعا لاغر بازی ساز خوبی هم هست. خب فکر کنم ولی هر کس نظر داره، اما به نظر من مهمترین چیز در فوتبال همون فکر فوتبالیه. بله. از هر چیز مهمتر، اما به بحث هیکل و فیزیک که گفتین نظر به پوست ها فکر کنم متفاوته. مثلا دفاع اغلبا باید فیزیکی تر باشن. بله. یا مهاجم های نوک، اما در خط مرکز یا وینگر ها معمولا شاهدیم که بازیکن های با فیزیک لاغرتر و سبکتر بازی میکنن. بله. رضا جان حالا تو که در خط دفاع توپ میزنی و بازی میکنی، بدون شک یک الگوی فوتبالی داشتی و داری، الگوی فوتبالی تو در به عنوان مدافع کی هست؟ به عنوان مدافع خب بیشتری مدافع سرژی راموسه. من هم سرژی راموس خیلی دوست دارم. راموس دوست داری؟ حسیب جان عدی حالا به عنوان هافک میانی و همچنین وینگر؟ والا یک بازیکن نمیتونم نام ببرم، چون از وقت فوتبال تماشا میکنم، اکثر بازی ها رو من نگاه میکنم و بازیکن هایی که دوست دارم از خط میانی، اینیستا از بارسلونا و مسعود اوزیل از بله. رئال مادرید بوده که همیشه دنبال میکنم. همچنان فعلا هم کوین دی بروینه خیلی دوست دارم. کوین دی بروینه. در کل اگر یک بازیکن در تمام ادوار دوست داشته باشی کیست؟ در کل اینیستا. اینیستا بالاتر از دیگران. رضا جان در کل یک بازیکن فوتبالی؟ من دیگه الگویی خیلی خوب برای تمام فوتبالیستا کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو. بله. رالی یا بارسایی؟ من اول منچستری و بعد رالی. منچستری. منچستر یونایتد. خیلی خوبه، عشقی. حسیب جان هردی طرفدار کدام تیمی؟ من بارسایی. بارسایی. مسی دوست نداری؟ مسی
چرا ما از لحاظ همپوست خود خود جواب سوال شما رو دادم. در کل اگر خواسته باشیم بگیم طبیعتاً بهترین بازیکن تاریخ از نظر ما میسیه، ولی بازیکنی که بیشتر از همه دوست دارم رونالدینیو. بله. حالا شما با عنوان بازیگر فوتبالی هفته چند جلسه تمرین میکنین و بعد چقدر میتونه مثلا سالن‌های لوکس یا سالن‌های ورزشی تاثیرگذار باشه روی پیشرفت یک بازیکن؟ تمرین خب هفته سه جلسه تمرین میکنیم، باز کنار از او خود ما انفرادی هم تمرین میکنیم. انفرادی تمرین میکنه. یه سالن و امکانات و زمین خیلی مهمه، 100% خیلی مهمه دیگه، میشه گفت 70% مهمه دیگه. بله. در دو دهه گذشته اگر قیاس کنیم حسیب جان، در این دهه بازیکنان فوتبالی داخل افغانستان بهترن یا دهه گذشته؟ والا از نظر خود ما فکر کنم هرچی به گذشته برمیگردیم، البته حس ما این رقمه، فکر میکنم بازیکنهای بهتری بوده، فوتبال هم در سطح بهتری بوده، چون ما وقتی میبینیم قبل از ما بازیکنهای خیلی بزرگی بودن، بازی میکردن، لیگ های ما چقدر طرفدار داشته و اینا، واقعا فعلا فکر میکنم بیشتر پس رفت کردیم تا پیشرفت کنیم. بله، یعنی دهه گذشته ترجیح میدید. گذشته فکر کنم بهتر بود. تاثیرات حالا فضای مجازی مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک و رسانه های مختلف چقدر تاثیر گذاشته روی فوتبال به نظر شما؟ یعنی بعضی ها بودن مثلا وقتی رسانه نبود یک عرق بیشتری بود فکر کنم، مثلا زیادتر تلاش میکردن دنبال عکس و ویدیو یا یرفو نبودن، چه فکر میکنی؟ خیلی خوب بوده به نظر من، گذشته رو قبول دارم، چون که بچه ها خیلی خواب و استراحت خیلی مهم بر ورزشکار. همین اینستاگرام اینا آمده دیگه، بیشتر بیشتر بازیکن ها، حالا همگی نه، حالا ما خیلی بازیکن های خوبی داریم که مثلا در اینستاگرام فعالیت میکنن، ولی خیلی ها هم شده که مثلا فقط دنبال خودنمایی و تظاهر هستن فکر کنم در فوتبال. بله بله. در انستا حالا مجازی و حرفا. حسیب جان، برای که مثلا یک فوتبالیست خوب باشه، حالا تو سابقه پوشیدن پیرانه تیم ملی رو بر تن داری، آیا رژیم غذایی مشخص شما دارین؟ چطور هست؟ خب رژیم غذایی خیلی تاثیر داره برای یک فوتبالیست، تغذیه و استراحت و تمرین سه رکن اساسیه. خب رژیم غذایی هست، ولی متاسفانه ما خیلی کم مراعات میکنیم. تا جایی که میبینم بازیکنهای داخل افغانستان، خب نظر به امکاناتی که هست زیاد نمیتونیم پایبند به رژیم باشیم، تا اندازه تا حد توانی که بشه مراعات میکنیم، اما 100% ممکن نیه به نظر من. بله، دیدگاه خودت چیست رضا جان؟ بله من با حسیب جان موافقم، خیلی مهم رژیم دیگه. من خود من خیلی کوشش میکنم، چون الگوی خیلی خوب دارم کریستیانو رونالدو. بله. او خیلی حساسه. حسیب جالب نیست با هم تمرین هم میکنین شما؟ مثلا رضا پست دفاع بازی میکنه، چرا رونالدو دوست داره؟ خب فکر کنم رضا جان اکثر کسایی که رونالدو رو الگو قرار میده، تا جایی که من میدونم، به خاطر اینکه یک بازیکنی که سخت تلاش کرده، دقیقاً به خاطر همون تلاش و پشت کار رسیده، فکر میکنم دلیل هم کسایی که طرف. بله، از این بود حسابیه میتونیم بگیم درسته. نه از بوده که مثلا پوست باشه، میشه که از خود سوال بپرسیم. بله. ببینیم دقیقا هم میعرفه دیگه. بله بله دقیقا. مطمئن باشه. مطمئن. خب این اید چی برنامه داره؟ تیم شما چی برنامه داره؟ بازیکنها، دوستا، آیا با هم جمع میشه جای میرین؟ والا همون رقم که خبر داریم، مدت خیلی کمی میشه که از مسابقات برگشتیم و فعلا که تا عید تمرینات ما تعطیل بود. بله. هیچ برنامه خاصی نداشتیم، ولی خب طبیعتاً عید دیگه، حتما به دیدن دوستا و همتیمی ها 100% میریم، برنامه همیشگیه. بله. لباس های بیشتر لباس های افغانی محلی فرهنگی که داریم ما دوست دارین یا لباس های بیرونی رو دوست دارین ترجیح میدین؟ خب ما بیشتر چون به جمعه ورزشی میریم یا به فضای ورزشی میریم، ترجیح میدیم همون لباس ورزشی بپوشیم. اما خب لباس افغانی هم که فرهنگ ما مقبول هم است، فکر میکنم هر دو تا رو مقبول هم هست میگه رضا. ببین فقط چه تیپ منظور شما و رضا جان. بله، خیلی ممنون شما. ما چند تا عکس هم برای شما به نمایش میگذاریم روی اسکرین و بعد روی از اینا هم صحبت میکنیم و در ادامه هم با شما هستیم همچنان. عکس اولی میبینیم از سوی همکارا به تصویر کشیده بشه. این ورزش هاکیست، هاکی روی یخ.
کدام یک از شما علاقه دارین به این ورزش و چه دیدی دارین نسبت به این ورزش با فوتبال؟ من مثلا زیاد دیدم بازی هاشه ولی خیلی کم علاقه نداره. نه. خب نظر تو چیست؟ من همچنان علاقه خاصی ندارم، فکر میکنم خیلی هم مشکل باشه چون یخ تعادل نداره. خب به این ورزش علاقه نداشتین، ورزش بعدی میبینیم یک عکس دیگه از ورزشی که ببینیم. حالا این عکس از رونالدو و مسی است، بین این دوتا یکی رو انتخاب کن رضا، بدون شک دیگه کریستیانو میگه دیگه. نه کریستیانو دوست داری؟ مشخصه دیگه، بله عصیب هم دیگه مسیه دیگه. به به، خب عکس بعدی رو میبینیم. بله این میشناسیم؟ بله. کیست؟ رونی سالیوان. من نمیشناسم. نمیشناسم؟ نه علاقه ندارم اصلا. سلوکن علاقه نداری؟ صفر، هیچ. تو چطور رضا؟ علاقه داری؟ بازی میکنی؟ کم بازی میکنم. مثلا نفته چند بار بازی میکنی؟ اینجا بیایم خانه زیاد بازی نمی‌کنیم، در سفرها که میریم کابل این طرف طرف خب. با بچه‌ها فیصل و یار محمد و علی خیلی خب. زیاد بازی می‌کنیم. بازی پس سنوکر باز زیاد داره. بله. کی چالش میده با اون بازی سنوکر؟ علی و فیصل خوبه، ما و یار محمد زیاد حرفه‌ای نیست خب. ولی خیلی شوق دارم، خیلی بازی خوبیه. بله سنوکر هم بازی خوبه واقعا، بازی فکری. جدا از فوتبال حالا شخصا خودت کدوم ورزش دوست داری؟ خب من فوتبال و فوتسال خود طبیعتا بالاتر از همگیه، در کنار از اینا فکر میکنم تنیس دوست دارم. تنیس بله. فکر میکنی یا دوست داری؟ زیاد چون دنبال نمیکنم ولی بله. نسبت به دیگه رشته ها تنیس علاقه بیشتری دارم. بله رضا جان پس شما دیگه فقط سنوکر رو دوست دارین دیگه غیر از فوتبال؟ فوتسال هم خیلی دوست دارم. فوتبال فوتسال که ها درسته دیگه، کار با توپه. سنوکر رو دوست داری؟ بعد از حالا شطرنج و مثلا آب بازی و اینا هم علاقه داریم یا نه؟ شطرنج زیاد نه، آب بازی ما در کنار فوتبال و فوتسال با گیم علاقه دارم. گیم هم فوتسال فوتبال پلی‌استیشن خب. همه فوتبال را فکر میکنم باید باز چلنج بودم به شخصا. چلنج مشکل نداره، چلنج چلنج میدیم باز ما. خب عکس بعدی میبینیم. این تیم کل ادوار و تاریخ فوتبال هست. حالا میشه عصیب جان نام بگیر از اون بالا بخوان به پایین، از دروازه‌بان شروع کن. دروازه‌بان که یاشین نمیشناسم. خب دفاع بکین وایر، مالدینی، کافو، روبرتو کارلوس، خط مرکز زیدان، رونالدینیو و مارادونا و خط حمله هم که میسی، رونالدو و پله. بله به نظرت تو موافقی با این ترکیب یا بعضی بازیکن‌ها رو تغییر میدی؟ اگر تغییر بدی کدام بازیکن رو تغییر میدی و جای اینا کی میدی؟ اساسی اگر خواسته باشم بودم رونالدو نازاریو رو به این ترکیب اضافه میکنم. به جای کدام بازیکن؟ به جای پله. به جای پله رونالدو نازاریو به نظر میاد که از بهترین فوتبالیستای ولی مقطع کوتاهی داشت. خب اون وقتا که ما خیلی خرد بودیم یادم نمیاد ولی فکر میکنم که مصدوم شده بود. مصدومیت هم بود ولی مقطع کوتاهی مثلا اوج فوتبالی داشت و خیلی زود هم مثلا 33 34 سالگی بود که میلان رفت و چاخ شد و بالاخره فوتبال حرفه‌ای بدن به دور شد. اگر شما رضا جان خواسته باشین دوباره همکارای عزیز تصویر بزنن، اگر شما خواسته باشین یک بازیکن تغییر بدیم کدام بازیکن تغییر بدیم؟ من درزوان یاشین نمیشناسم، به جای نمیشناسم، به جایش کاسیاس میذارم. کاسیاس ها یکی همین دفاع به جایش راموس میذارم. همین بکن وایر. بکن وایر. بکن وایر هم تغییر میده و راموس. خب طبیعتا ما بچه ها حالا ما شما همسن و سال هستیم شاید به اون نسل بزرگ نشدیم بدون شک و بدون شک با نسل فوتبالی که بزرگ بشه فکر کنم سخته. مثلا خداحافظی رونالدو، خداحافظی مسی. مثلا چند شب پیش پرتغال با ایرلند داشت، گل رونالدو حتما دیدی دیگه رضا، واقعا دیگه خوب درخشید، برای هوادارا از او خیلی قابل اهمیت و با ارزش بود. خب عکس بعدی هم همکاران ما آوردن، تیم ملی فوتبال افغانستان و شیران افغانستان هستن. چند بازی ملی داری عصیب جان در رده سنی بگو برای ما و بعد دیدگاه خود در مورد این تصویری که حالا به نمایش گذاشته شده از تیم ملی با بیننده های عزیز شریک بساز. خب در رده های ملی که حساب نکردم، فکر میکنم بالای 15 یا 20 بازی باشه. از سال 2015 اینا بود فکر میکنم بله. که رده های سنی بازی میکنم. تا
در تیم بزرگسال دعوت شدم اما بازی ندارم هنوز هیچی متاسفانه فرصت نشد. تمرینات زیر نظر کدام مربی داشتی؟ در زمان هنوش دستگیرم دعوت شدم به اردوی تمرینی دبی و همچنان در زمان عبدالله المطهری هم دعوت شد. بله. رضا جان شما بازی ملی کارنامه دارین دیگه؟ بازی ملی چند دقیقه دارم ما. بازی بزرگسال بازی نکردم. کدام بازی بود زیر نظر کدام مربی؟ بازی کویت افغانستان بود. 4-0 که باختیم. بله. زیر مربیگری آقای اشلی وست بود دیگه. بله. خب خیلی خوب دیدگاه خود در مورد این عکس نگفتین، شریک نساختین. خب چه دیدگاهی دارید؟ اولا که خیلی ناراحت شدیم که صعود نکرد تیم ما. متاسفانه نمیشه گفت که بازی خوبی با نمایش گذاشتین. حالا ما دیدیم به فضای مجازی خیلی ها میگن که حق تیم صعود کردن بود و اینا، در حالی که تا جایی که ما بازی رو دیدم تیم ما فقط دفاع کرد. نمیشه بگیم حق ما برد بود یا مساوی بود، هیچ کدام. دفاع کنی بالاخره گل میخوری. متاسفانه هیچ حفظ توپ یا موقعیت خطرناکی نداشتیم، اما در هر صورت مطمئنم که همه افغان‌ها دعا میکردن که تیم صعود کنه در هر صورت، یا با مساوی یا برد، که نشد دیگه. شانس با ما یاری نکرد. فقط در صورتی که خوش شانس میبودیم میتونستیم صعود کنیم، که متاسفانه نشد. بله. سه بازیکن از همین ترکیب رو حذف کن حسیب. عکس بزرگ بشه همکارای عزیز. از همین 11 بازیکن سه تا رو اگر حذف کنی کدوم بازیکن هست؟ خب از این بازیکن‌ها فقط شماره رو بگم. بازیکن شماره 10 رو فکر می‌کنم جبار شرزه هست. دیگه بازیکن شماره 4 ما کاپیتان تیم ملی ما اسلام امیری. بله. که به نظر من از این بهتر بازیکن‌های داریم. همچنین بازیکن شماره 6 فکر میکنم که کیه؟ جمشید حبیب اسکر. حبیب اسکر، بله. رضا جان شما اگر ستار حذف کنین کدام بازیکن حذف میکنین؟ من همین ستای حسیب گفتم اینو حذف میکنم. واقعا؟ بله. یعنی سایر بازیکن ها راضی؟ اگر مثلا دو تا رو انتخاب کنیم که عالی باشن، سه تا انتخاب کنید؟ شک ندارم که یکی از بهترین بازیکن های فعلی افغانستان توفی سکندریه، که خیلی عالی بازی کرد در همه بازی ها. ولی بحث رفاقت اینا رو کنار میگذاریم، محبوب عنیفی یکی از بهترین های مدلی مسابقات بوده. همچنان دو بازی قبلی رو که ما دیدیم، اویس عزیزی بهترین بود واقعا. خیلی سیف های خوبی داشت. خوبی داشت. خیلی خوب بود واقعا. بله. رضا جان شما باز نگی که مثل حسیب نیست تو. نه چیزی که حقیقت بگم، فقط بگیم ما توفی اسکندری خیلی خوب بازی کرد، محبوب خیلی عالی بود دیگه. شماره 14 و شماره 8 کن کم رنگ نشه. شماره 14 و شماره 8 هم ذوالفقار نظری، 14 8 هم رحمت اکبری است. رحمت ولی مقابل کویت فکر کنم اصلا جالب بازی نکرد. بازی که من شخصا هم گزارش دادم فقط محبوب و توفیق اسکندری بودن که نسبت به همه بهتر بازی کردن. ویس هم دروازه‌بان خوبی کرد. خوبی داشت. بله، ممنون شما. خیلی سپاسگزاریم از اینکه آمدین در استودیو و در برنامه اید با معراج با ما بودین. پیام و کلام آخر شما رو میشنویم. زنده باشین. تشکر میکنم از شما که ما رو دعوت کردین. در آخر آرزوی سلامتی و اوقات خوش میکنم و یک عید خیلی خوب و خوشی به همه هموطنهای عزیزم آرزو میکنم و امیدوارم خوش بگذره به همه. سپاسگزار شما رضا جان غلامی. من تشکری میکنم از شما، از تلویزیون خوب شما که همیشه با ورزشکارا هستن. واقعا خیلی خوبه، خیلی بچه ها جوان ها انگیزه میگیرن. عید خیلی خوب و خوشی رو برای همه هموطنان بخیر. سپاسگزار شما. بیننده گرامی، به مناسبت عید قربان ما ویژه برنامه عید با معراج و ورزشکاران رو داشتیم. امیدوارم از پخش و نشر این برنامه لذت کافی برده باشید. شب و روزهای خوبی در کنار دوستان، فامیل، رفقا و اقوام و همه آرزو دارم برای تمام هموطنان عزیز و مسلمانان جهان که این عید تشکیل میکنن. تا برنامه بعدی، خدا مدیار و مددگارتان.